با سلام مجدد دوستان عزیز گرامی، این ادامه کامنت دوست عزیزمون آرمان هست که تو کامنت براش نوشتم نیازی هست که ادامه بدم. گفت من جواب سوالاتمو گرفتم ولی خوب موافق بود که مثلا اینجوری پیشنهاد داد که بخش دوم رو هم آپلود کن. ادامه یه همون کامنت رو اگر اون ویدیو رو عنایت کرده باشین دیده باشین من براتون میخونم. اینو خوندم تا ته، البته این بخش رو اون اولی گفتم نخوندم، همون جوری هم میخونم جواب میدم. اینو خوندم، یه مروری میکنیم سوال تقریبا جواب دادم توی اون بخش اول، ولی میخوام بریم. یه دوستی گفت ما که تو کامنت ها برو، یه خانم به اسم غزال افشاگری کرده فجیع، اونو من رفتم ویدیو پیدا کردم از شهرام همایون مال یه ماه نیم پیش، اونو سعی میکنم در ادامه همین مطلب مثلا براتون تجزیه تحلیل کنم به عقل خودم. تا اینجا شون میکش بری نمیتونه دخالاتی که تا پرستیج خوندیم دیگه که من جواب دادم جمهوری اسلامی پرستیژش کجا بود. خانم علی نژاد جریان سازی نکرده، این جمهوری اسلامیه که جریان خانم علی نژاد رو بزرگ جلوه داره. کاملا اشتباس، کاملا اشتباس. ببین جمهوری اسلامی دو تا بخش الان داره در مقابل، یکی اصلاح طلبان که سعی میکنن، حالا میرسیم به اون ویدیو بهتون میگم، اصلاح طلبان سعی میکنن این پرز اینو گیگی خودشون پرز میکنن و میخوان از موقعیتش استفاده کنن. خب تقریبا دقیقا اونو خرابش کردن. الان علی نژاد دیگه خراب شده. خب یعنی من موندم که دوستان عزیز اصلا من نگران چی هستید؟ دارید تو همون ویدیو بهتون نشون میدم حماقت ها موج میزنه، یه ده آدم بالغ و عاقل جمع شدن که ثابت کنن که مثلا این پول میگیره. این جمهوری اسلامی بودی که جریانش بزرگ کرد، کاملا اشتباس، کاملا اشتباس. حتی اون اصلاح طلبان هم نمیخوان اینو بزرگش کنن، میخوان بکشن طرف خودشون. تو حرفاش بابا دارم حرف یه رو سنده دیگه، حرف و عملش سنده، کاری به نفع اصلاح طلب ها نکرده. اونا این که دارن تو اون ویدیو میگن، یه خانم میگه به من هنوز دادگاهش تمام نشده و چیز مدارک رو داره میگه، میگه من دیدم اون خانم چی بدر مدر بهش پول داد، بعد به عکس مکس چیز میکنه، استناد میکنه باشون عکس داری. اساسا نمیتونه تو خاک آمریکا کسی رو بکشه، کما اینکه از بد و جمهوری اسلامی کسی رو نتونسته ترور کنه. پس کشتن خانم علی نژاد در خاک آمریکا یه جوک بزرگه و معلوم نیست چه کسی این مزخرفات رو راه انداخته. کاملا اشتباس آرمان جان، ارجاعت میدم به ویدیو خیلی سخت داره، ویدیوهای بهرام مشیری. بهرام مشیری دقیقا داره میگه که یک نفر یه سیاپوست مسلمان رو بهش پول میدن، یکی از یه سرهنگ زمان شاه رو میکشه توی آمریکا، میکشه همین جمهوری اسلامی. خب منطقه کوچیکه، اصلا تصور نمیشه. و بعد میگه که برام باشی، میگه که با من تماس میگیره و یه اسلحه در اختیارم میذاری، هم چیز بکنم که آقا ما به این نتیجه رسیدیم که یه عده میخوان تو رو بردارن. اصلا بهرام مشیری و بعد میرسه به این بهرام مشیری، هم باید به حداقل دوستان عزیز شما که بهرام مشیری هم مشکل دارین، سلطنت طلب و پادشاهی خواه، با بهرام مشیری هم که مشکل داریم، اونم سخته. برام مشیری تو اون برنامهش میگه که آقا تو هم به همین اشاره میکنه، رو بودنش، میگه آقا اف بی آی اومد به من گفت، اصلا من شاخ داشتن برمی آوردم که این یه دی میخوان تو رو اصلا رو بردارن، یه اصلی در اختیار من گذاشتن و مراقب گذاشتن و میگم چیزی یادم نمید دقیقا، ولی به این اشاره میکنه که نفر کشتن. بعد اونجا متوجه میشه خودش،
از بعد جمهوری اسلامی کسی نتونسته پس به اینم رده. دوست گرامی، چرا این خانم به جای چهارشنبه های یواشکی و فلان اصل خرافات رو، اونو اینکه جواب دادم اصل خرافات اصلا کارش این نبود. اصلا من تمام حرفم اینه که این یعنی از کانال خودش خارج شده. خب به خاطر به شخصیتش نگاه کنید دوستان، این شخصیت کوچولویی بوده که دنبال اهداف گنده است. خب اگه اون ویدیو دیده باشید، سعی میکنم طولانی نشه اون ویدیو بذارم براتون، مال شهرام همایونو، خانم داوودی مهاجر داره درباره علی نژاد صحبت میکنه و ازش انتقاد میکنه، اما بی‌نظیره، یعنی بهترین انتقادو. برسیم اونجا بهتون میگم. دوست گرامی، چرا خانم جای مزخرفات جای چهارشنبه های یواشکی و فلان اصل خرافات رو، اون مهمتره که دوست عزیز، چهارشنبه های یواشکی و فلان، ببین فعالیت تو ایران مهمتره یا بشینی کسشیر، معذرت میخوام کسشیر بگیم، درباره کلی آدم هست، ببین کلی کانال هست که این کار رو دارن میکنن. اونجا هم توضیح دادم تو تلویزیون آمریکا که محدودیت هایی هست، بعد میگم مثلا تو کانال خودش نمیکنه این کار رو، اون دیگه یه بحث جداست. این خانم چرا یک بار واژه‌های سیاسی اجتماعی و دینی رو تعریف نمی‌کنه برای مخاطباش؟ خب شما مثلا نگرانی که مخاطباش نمی‌دونن این چیزا رو، تا آگاه‌تر بشن مردم. مردمی که مردم از علی نژاد آگاه بشن، این مردمی که همه‌شون دارن خوشش میدن بیشترشون، من ندیدم، من دنبال این میگردم که یه جریانی باشه، یه جمعیت قلمبی باشه که از این دفاع کنه. بعد ایرج مصداقی بنده خدا میگه که این سایبری، ارتش سایبری داره که اون علیه چیزی هم اون ابراهیم زاده هم جز بشه. ایرج مصداقی که من از تلویزیون آسوست ماهواره دنبالش میکردم دوستان، بعضی من نمیستم برو ببینیم ایرج مصداقی چی گفته. ایرج مصداقی من از اون موقع میدونم چه آدم صادق و درست و صافیه، ولی این چه نقد، تمام حرف من نگه نقد کن طرفو. شما نقد رو حمله میدونید، هر نقدیو میدونید این داره اونو میزنه. میچه خیلی جالبه ها، این خیلی اینو باید تفکیه کنید دوستان اصلا، و هر تعریفیو کل شخصیت رو تعریف مقدار تعریف کردم، مثلا مالیدن میمیو یارو نشته چرا کسلسی میکنی. خب این تعطیل هست همینجا، تعطیلی دوست عزیز، وقتی نمیتونی تجزیه تحلیل کنی بس چی گوش میدی حرف منو، تعریف نمیکنه برای مخاطباش. خب این چی، البته من شخصا مشکلی با اصل حجاب یا بی حجابی ندارم، چون یه امر کاملا شخصیه. خب این که نظر شخصیتونه. خب حالا برسیم سر جریان شاهین نجفی. اگه شورتش رو درآورده ولی زیر بیرق هیچ بنی بشری نره. خب الان اینجا این دوست عزیزم آرمان داره تعریف میکنه از شاهین نجفی به اون حرفی که من زدم. اینجا حق با شماست، اینجا کاملا حق با شماست. من تو اون ویدیو کاملا اشتباه کردم، کاملا میگم اشتباه کردم، حماقت محض بود. من که بعد اومدم ویدیو اون ویدیو هم تو مال اون تاریخ نبود، دیدم که شاهین نجفی خیلی صادقانه نشسته و گفته من اشتباه میکردم، من شر بودم، اشتباه میکردم. ببینید که الان چقدر بالغ شده. خب اون حرف من کاملا پس میگیرم حرفم، در حقیقت نقد من به چیز بود، به واحدی بود، در اندازه خودم دیگه. آقا چرا مثلا چرا جلو میری تو؟ این که من هدف همین بود که تو خیلی بازدید میشی، داری گمراه میکنی یه عده رو، چرا یه همچین پیشنهادی میدی که بیاد منحل کنم اون چیز رو؟ پادشاهی پارلمانی البته در فردای آزادی با کلی جستجو خواندن تاریخ معاصر. خب این از شاهین نجفی دفاع کرده، اینجا من حق با شماست، اشتباه من بود، اصلا غلط کردم، خود کردم یه حرف زدم. ادامش اینم بازم مال شاهین نجفی بهش رسید، مگه این سرخط فکریش مشخصه، خودش بارها با این رو یه اصلا مشکلی من ندارم، حق کاملا با شماست. بخونیم، میخوام زودتر، میخوام ویدیو جمع جور بشه. پس برایتی بهش
وزارت اطلاعات خبر به مال نبوده، پروژه بگیر نبوده، داره خب الان شما یه خود باز رفتی تو کانال احساس داری چماق کردی، فقط شاید نجفی بکوی تو سر علی نجف، خب بکو مثلا مسئله مشکل نداره. پس به راحتی بهش بفرما تشریف بزن. وزارت اطلاعات چطور اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خبر نداشت که این خانم پاشو میذاره اروپا و لندن میشه دشمن در دشمن درجه یکی جمهوری اسلامی؟ اکو این سوال من دارم بس سوال آرمان جا، این چه سوالی؟ از کجا میدونست وزارت اطلاعات گیری ها؟ ببینید یه اطلاعات وقتی میگیم یه حتی اگه تو وزارت خونه وزارت اطلاعات باشه، دست که دست چیزه، دست دولت، مثلا دولت خاتمی روحانی میاد که اصلاح طلب باشه، حتی این چند تا وزارت خونهش باز مال گیگیری های گرید ایه. ببین اصلاح طلب ها رو میشه گذاشت گیگیری گرید بی توی نظام، چون میان مثلا علی نجات رو بندازن توی کانالی بگم مثلا یک کاری کن، مثلا این رو بکوب ما بیاییم جاش بشینیم، ولی میبینیم اگه از اصلاحات دفاع کرده باشه حق با شماست. گیگیری های خامنه ای میان خراب میکنن کارش رو، میان دیده که چجوری میکوبن. از کجا میدونست وزارت اطلاعات میره بیرون و چیز میشه؟ شاید هنرمندی متأهل و آگاه اینا خوب تعریف سمجید باسه ورشون خبر تحلیل های منم اگر این مسائل رو میگم برای آگاهی چند نفر نه عزیزم آگاه، این که میگی شما خیلی چیز میکنی گیج میکنی دیگران رو، اینجوری آگاهی نده اگه میخوای ادامه بدی. میگم آگاهی چند نفر دیگه و همچنین تجزیه تحلیل های جانبداران شما، این انگی که به من داری میزنی جانب دارن و تمام حرف من همینه دیگه، شاید نتونستم بفهمونم، اون دیگه لکنت زبان منه، اون شاید ایراد از منه که احتمال میدم خیلی 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 زیاد احتمال از من باشه، که احتمال میدم از من باشه این ایراد که شما گرفتی که من مثلا فن چیزم. اگه یه سوال خود بپرس دیگه، من مثلا باید چند نشستم براش ترانه خوندم و گذاشتم اینجا 100 تا بازدید شده عزیز، این اونو رد میکنه دیگه. اگه ارتش سایبری داشت ترانه منو پیدا نمیکرد، من هشتگ مسیح علی نجات رو میذارم زیرش، بالاخره میبینن دیگه. بعد از 2 ماه سمت اون کانالم بود پرید، 100 تا بازدید شد، 2 تا لایک، 100 تا هم نرسید، 2 تا لایک داشت. ولی حتما اگه شما مگه اینکه باید شما نمیدونم چجوری رو هوا منو سایبری مسیح علی نجات بدونی چیه؟ مگه یه روزنی که خبرنگار مجلس خاتمی تاج‌زاده جریان 88 و گزارش مهاجرت لندن نشست با علیزاده و طرفداران اصلاحات، ساپورت مالی، تبعی آمریکا، صدای آمریکا، پروژه بگیر، چهارشنبه های یواشکی، همه رو داری میکوبی. این دیگه قشنگ مشخصه دیگه از حالت اطلاعات خارج شدی. خبرسازی بولد کردن و چپوندن تو پاچه مردم، بستهای چند صد هزار دلاری برای شکست روحی و روانی و چی؟ تعلیمات ناشی از بازداشت برادر و فشار به خانواده علی نژاد قومی کلان. گل کردن اینجوری نفهمیدن، گل کردن و چپوندن توپاچه مردم، بسته های چند صد هزار دلاری برای این همه همه دوست شدید، من مطمئن میشم این دید باتون شرط میبندم، اصلا می نظرم بتون تو لج و لج بازی بریم من سند بیار عزیز. خب این همه خب این فضای رسانه می تپونن تو فضای رسانه بهتون، شما مثل من دیگه، من چه مطمئنم همینطوری رو حفا دارید میگی؟ این من فقط چون حالا نظرتون منفیه به هر دلیلی راجع به رو، منم الان دیگه نظرم مثبت نیست، دارم واقعیت هم میگم، نه اینکه شما بتونید نظر من تغییر داده باشید. من الان میگم کار کرده علی نجات افتاد توی علی نجات اون موقعی که اگه برگرده تو اون کانالش دوربین من اسلحه من چهارشنبه های چون فلان
جنبش زنان اینا شد برگرد دوباره ازش دفاع میکنه. الان دیگه جای دفاع نداره به نظر من. این از این، بیایم بیرون، بریم سراغ این ویدیو. یه دو تا فایل سمیم این ویدیو دقیق شد. حالا ببین توی این توی شرم کانال شرم همه من پیدا کردم دوستان. گوش کنیم ببین چی میگه. کامل نیست، خب شما دسترسی داری میتونی بیر کامل ببینید دیگه. یه دوستی برای من میکنم تلاش باور بود نوشته بود که این برو ببین خانم غزال چی گفته. ببین با هم دیگه دو تا انتقاد از علی نژاد رو، اصلا کاری به علی نژاد نداشته باشید، دو نوع انتقاد رو نگاه کنید، دقت کنید به دو نوع انتقاد. ولی خانم مهاجره، بالاخره من در این زمینه کار کرده بودم، زندان رفته بودم، بازجویی پس داد. ببین معذرت میکنم خانم داودی، فریبا داودی مهاجره که میشناسید، خب این داره میگه که کلیت حرفش اینه، میگه که نقدش میگه که این خود رأیه، درست هم داره میگه با این چیزی که میگه، این زن صادقه، خب صادقانه داره میگه. چرا بهتون میگم بودم در این زمینه، ولی ایشون به هیچ وجه مشارکت منو قبول نکرد. قبول نکرده، یا حتی منی که حالا یه سری ما با هم رفت آمد داشتیم، دوست بودیم، فلان بودیم، انتقادی که به علی نژاد وارده، به شخصیتش وارده، خب و اونم خیلی خیلی هم انتقاد بر... یعنی خصوصیت بسیار بسیار بدیه، مخصوصا تو کار سیاسی، یعنی شخصیتش له شده برای همیشه وقتی اینقدر خود رأی بوده، اینقدر حقیر بوده دیگه. فریبا داودی مهاجر که الان کاملا دوستانه صمیمانه داره میگه به این کار کرده، با شناختی که از اون زن داریم، میگه بابا تو زندان نرفتی، من تو زندانم بودم، ولی تو جلوتر این کمپین رو انداختی، موفقم بوده، حقته که جلوتر باشی، ولی تو همکاری قبول نکردی. یه هم خودم بهت پیشنهاد کردم جواب ندادی، میگه یه بار دو بار بهت میگم، بعد دفعه سوم میام علنیش میکنم دیگه. یه نفر دیگر بهت معرفی کردم، بازم قبول نکردی. دقت کنید از کجا میشه فهمید حرفش راسته. شخصیت خودمحور این شخص تجربه، دقت کنید، یاد گرفتی که سیاست هایی رو به خرج بده. علی نژاد این همه بهش حمله میشه، اسمشو میارم برنامه ازش میرسه حمله میشه، من ندیدم تا حالا بشینه و اسم اونا رو ببره. این کلک ها رو مثلا بلده، خب و میبینید دور من ندیدم آدمی بیاره باش همکاری کنه، خودش رو میخواد نشون بده. ببین دوستان عزیز، من چرا از نگید الان مثلا عوض شده نظرت، نه میگم تو اون کانال که بود میزد جون. ببین اسلحه هست، چماقه، این چماق وقتی داری میزنه تو سر خامنه ای، شما به من ثابت کنی که نه چماق نیست، الکی داره میزنه. این اصلا هیچ منطقی توش نیست. بابا داره میزنه که اومدم به دوزنش، میگه نه نه بی خود میگه. تو همین فایل این زنی که یه اشغال جاکش غزال، یه چونیه به تمام معناست، یه بدن حسود، همینو داره میگه، داره جون میکنه ثابت کنی که این اصلا دروغه چیزاش. همه رو میبره زیر سوال، یعنی ببین نقد این اصلا اولش رو شنیدیم، باید برین این توش. یه دختر بچه حسود، من خودم در این زمینه فردی رو خودم معرفی کردم، نه دیگری معرفی کرده باشه، که بسیار آدم قوی بود، باز همیشون قبول نکردم. من نقدم خب این هستش که ایشون بسیار فردی کار میکنه. دقیقا راست، این قابل قبوله، فردی کار کردنش خالیش هم نیست که شخصیتشو منفور کرده، لهش کرده، به هیچ جایی نخواهد رسید. علی نژاد شخصیتی که منفور شد، حالا این منفور بودن توی اشلای پایین تر اونایی که نمیشناسه بی خود ازش متنفرن، حالا متنفرن نقد نمیتونن بکنن، میزن اون موقعی هم که داره میزنه مثلا کارای خوبش هم میزنن زیر چونشون، یه جور دشمن میشن که از خود خامنه ای بیشتر متنفرن ازش. آه این بعد دیگه، و این بسیار فردی کار کردن در آینده، اگر ایشون مثلا چه میدونم بشه بخواد اینجو اداره کنه،
یا اگر بخواد دیگه نماینده مجلس یا هر کار دیگه ای که فکر میکنه برای جامعه مفید انجام بده. این ببین همین فضای مجازی بذارت میخوام قطع میکنم، همین فضای مجازی داره چی میگی؟ ما شما مرور کنید ببینید به طرف دارش بیشتر، یعنی حالا بخواد مثلا حالا شما نگرانید که رئیس جمهور بشه، این نگرانیتون احمقانه است بذارت میکنم نمیگم، یعنی که اصلا وقتی اینجوری رأی نمیره، همین اینجوری خودش انتخاباته، چند تا طرف دار داره؟ هیچ. چند تا برنامه دیدیم بیشینه از امنیسی یعنی اینجا دفاع کنن؟ هیچ. بگذی رو کن، همه دارن پشتش میدن، یه بخش اعظمی از این پشت دادن بقیه شخصیتش کاملا درسته، شخصیت خود محور دیگه. خب خانم علی نجات به هیچ جایی نخواهید رسید. برای یکم کامنت کردم نوشتن هستم ویدیو اول، گفتم اونجایی حالم ازش به هم خورد، اینکه نظرم راجع به کارش عوض بشه، حال این شخصیت حال به هم زنه. شاهین نجفی اومده توی جمع، تو قبول نکردی دیگه به خاطر اون ترانه‌ای که پسات مونده مسیح داده ما برس، این مسیح تو وقتی نمیتونی ببخشی میهن پس حرف نزن. این اشتباهاتشه شما داری ربطش میدی به خاطر این ریاکتی که این فیدبکی که ازش گرفتی بدت اومده، حالا میخوای یه کاری کنی به چسبونیش به جمهوری اسلامی یا بگی دروغ میگی؟ این کار بعد این یه بار احساسات شدنه. ببین خانم چقدر دقیق و درست، هیچ چیزی هم نمیکنه بهش، هیچ نه حسادت پختگی این زن نگاه کنید. به فردی یک ضربه بسیار بزرگه برای جامعه ای که فکر میکنه کار فردی کردن در واقع یک زمینه ای از، حالا من نمیگم بزرگ ولی نمیخوام بگم دیکتاتوری، ولی به هر حال دستاورد مناسبی در بر نداره و مدل و الگوی خوبی نیست. امیدوارم صحبت منو بشنوه، چون من در هفته گذشته و در دو سه هفته گذشته بیشتر از همیشه جواب منو زود میداد، الان خب گرفتار از این شهر به اون شهره، حتی یک پیام به من جواب منو نداده که من به خود ایشون بگم که این همه فردی عمل کرد. ببینید ما همه هم... یعنی انتقاد نمیپذیره، این یعنی علی نجات آشغال کرده انتقاد نمیپذیره. خب به خاطر همین منفور شدی دیگه، دختر احمق ریدی تو اون همه کاری که کردی، اصلا چرا از اون کانال زدی بیرون، اون ریل اومدی بیرون، تو گنده گنده حرف زدن رو ببین، شخصیت گنده گنده حرف زدن شو به خاطر این یه بخشش که گنده گنده حرف زده، مثلا اومده جلو پهلوی نشسته تو حالت به هم میخوره از حرف زدنش. به شما میگن شاهزاده، مثلا خب پدر شما هم که دیکتاتور بوده، مثلا یعنی کی هم چیزی میگه که خود پهلوی مثلا متوجه میشی که یه جایی میکوبه تو سرش، یه جایی براق میشه، مثلا در حد خودتو بدون دیگه کونی اصلا رسیدی مثلا جلو شاهزاده دیگه، فکر میکنه مثلا این مفاهیم دموکراسی، ببین بدون این نگاه کنید، این داره فکر میکنه که مثلا اینا آزاد بودن و به قید و بند بودن و درست اینه، درسته، ولی به جامعه به فرهنگ جامعه نگاه کن منفور میشی. الان پله پله باید برسیم به اون، ما ملتی داریم که الان برای اینکه از تو بدشون اومده تمام کارهای خوبت اصلا نمیبینن. یکیش دقت کن توی من گوش کنید، اگه گوش کردین یه بار گوش کنید با چیزی که من میگم، این زنی که دختر غزال یه آشغال عزیز، تلاش باور بود بر من گفت آشغال، این اصلا ارزش گوش کردن نداره. وقتی چه وقتی میگه که ببینیم بهش برسیم، آگاهی میدونیم یه کاره، یعنی فقط جواب دادن به این همه مسیج و ایمیل و همه اینا تیم میخواد. خب اگه این تیم پولیه، پس این تیم پولی میتونه 100 تا کار دیگه پولی انجام بده. حالا اشکال نداره بعضی از بچه‌ها اومدن ترکیه نیاز به پول دارن و همه این حرفا، خب خوبه دست یکی رو میگیره، ولی زمینه کار داوطلبانه تضعیف میشه. یک روحیه آره دیگه زنی که میخواد به یکی همه کار رو من خودم کردم، خب برای همین بعدم عذاب میکشی، چرا این همه پشت میدن؟ تو زحمت رو میکشه خب، ولی میخواد بگید چون مال منه. بیشعوری علی نجات مال همینه، بیشعور از این نظر.
ببین کار رو انجام میده، کارش هم ببین هدف رو میگیره، میزنه قشنگ سوراخ‌تون علی خامنه ای آتیش میگیره خب، ولی خودش از این ور بیکاری میکنه با این شخصیت تغییرش، چون اون اصلا نمیبینن، یا یه حسودایی مثل همین غزال پیدا میشن اصلا میرینن توش، حس بدی در طرف مقابل ایجاد میکنه. ببینید اینا اومده انتقاد داره میکنه، شاید ببین میگه اینم جزء سایبریاشه داره اینجوری، یعنی این توهم رو میخوام بزنی، یعنی میشه پخته این زن عمل میکنه. بعد میگه من دو بار سه بار به خودتون گفتم کار درست انجام، وقتی گوش نمیدی الان علنیش میگم آخه تک روی توی سیاست هم ریده شدن تو شخصیتشه. دیگه که من جدا به ایشون دارم، ایشون انتظار داره که دیگران باهاش کار مثلا جمعی بکنن، در این گروه باشه، مثلا میخواد لیدر باشه. شما شاید بگید من هم حتما همین بود، میخواد لیدر باشه، ولی کاراش هم زیر پاتون لهش میکنید. کارهای درستی انجام داده. ببین حرف من توانایی افراده، واسه یکی دوستان توی ویدیو قبلی گوشتم فخرآور، من از فخرآورم نشستم اینجا خوبیاشو گفتم، حمله بود فقط به من، بهم آقا نگفتم فخرآور خوبه که، گفتم این کارش خوبه، این کارو شما این کارو نذارید زیر کونتون، این که داره میزنه بسیجی و ان میکنه تو مناظره، این که درسته که نه اون پایین بنویس عباس جپرسون ریدم به سرت، خب خودت زدی توی داره علی نژاد میکوبه، یا مثلا یه جبهه دیگه داره دروغای گنده گنده میگه، اونجا برو به خودش بگو. آره میگه من پشت این میز نشستم و دیگه هم نمیخوام بلند شم، درسته، ولی این میز که به هو ایشون چه ارزش پیدا نکرده، این میز به هو حالا عربیش رو میخوام بگم به هو جمع ارزش پیدا کرده و به شخص شاخدار. دوستان ببخشید میگم، شخصیت های کوچیکی میتونن باشن که کارهای بزرگی توی زمانی بکنن، اما خودشون برین مثل گاوی که شیر میده، کلی شیر یا سطح بزرگ شیر میده، بعد یا میرینه توش یا با دومش با پاش میزنه چپش میکنه تو آخرین لحظه، هیچ فایده ای نداره دیگه. این همین کارو کردی، اونا رو عصبانی کردی، اون رژیم اومده دنبالت، کسی باور نمیکنه که اومده دنبالت، هنوز من مطمئنم توی که داری میشتبی باور نمی کنی، این دروغ میگه، پلیس FBI در نظر نمیگیری، این زنی که اولا همین نمیگیری، میگه داری بس خواهد میکنی که یک کلام از میم خیلی خنده دار صحبت میکنی، این هم نمیتونیم ما منکر بشیم. بنابراین این یه نقد جدیه من و من سر این نقد دوستان برمی داشتم حرف میزدم. ببین این خانم داودی مهاجر نگید الان مال اصلاحاته، ببین از پهلوی رو تایید میز خوبه به هو حالا عربیش رو میخوام بگم به هو جمع ارزش پیدا کرده و به شخص شاهزاده، اینم نمیتونیم ما منکر بشیم. یعنی چی نمیتونیم منکر بشیم؟ یعنی شخص شناخته شده است، یعنی حرف من شما رو زد، اگه خودشه ای طلبی حرف من میگم شخص شناخته شده است، تنها کسی که نباید بهش حمله کرد و محور تنها کسی که داریم مونه. برای این یه نقد جدیه من و من سر این نقد جدی تصمیم گرفتم که با ایشون در واقع بحث جدی داشته باشم، یا حالا ممکن بگه من خودم هم دلم میخواد کار جمعی فردی بکنم، به کسی هم مربوط نیست، خب فبه ها این کار رو انجام بده، ولی بدونه که درباره این کار ارزش گذاری میشه. شخص اینجوری که از حرفای این خانم میشه فهمید که باش کار کرده، که باش مثلا برخورد داشته، متوجه میشه که شخصیت حال به همزنی داره، خب یه کارایی کرده ولی گم کرده خودشو. فانه ما وقتی که میریم به یه حدی میرسیم دیگه فکر میکنیم خدا رو هم بنده نیستیم، یعنی هیچ کس من نمیخوام اصلا، تمام حرفاش درسته این خانم، اصلا من قصد ندارم با حتی یک ذره منفی. چرا میگم حرفاش درسته؟ برای اینکه ببین وسط حرفش اونایی که صدد مدرک جور کردن کسمشنگا الان خفش میکنم، میگم ما نمیبریم این حرفا رو اینجا بزنیم، حذوی به ایشون نگاه کنم، فقط میخوام منصفانه این موضوع اونا بخواه حذفش کنم، الان خفت میکنم به نظر من
اصلا و حتی بعد در بروندادش، یعنی وقتی که قراره که مثلا بیاد 10 جلسه داره، 10 مصاحبه داره یا فلان و فلان. علی باجان ببخشید، من فکر نمی کنم کمکی به این بحث بکنه. آخه ما دنبال بحث جمعی نیستیم، یه سری سنده، یه سری سند ما داریم. سند تو کلاب هاست، سندشون رو گوش کنید. سند من دارم که فردا اتاقشو دارم، یه سری سند امشب کیا داره. اگر شما فکر میکنین اینا مفید نیست، بیشوره دیگه، بیشوره. این مفیده. سند داره چی میگه؟ میگه من سند دارم که این میره فلان جا سخنرانی میکنه، $30,000 میگیره. اونا بهش میدن. خب چیکار کن؟ اونا بهش میدن دیگه، دوزی نکرد که دیگه این اصلا گوه میره یه جا سخنرانی میکنه، به این گوه اونا میخوان پول بدن. این پول چه سندی رو کردی مردی که خانم فریبا شما؟ بذارید من یه نکته دیگه هم بگم در مورد گرانت و بعد از حضورتون مرخصی بشم سریع‌تر، چون خانم غزال باید برم. عذرخواهی میکنم، همشونم غزال به ماله. بابا این غزال آشغال کله است که این بحثو نامربوط مطرح کردم. یه مثلا مسئله گرانته. خب به هر حال گرانت گرفته شده. خب یه موقع هست که ایشون همه جا میاد میگه من هیچ گرانتی دریافت نکردم، یه موقع هست که میاد میگه نه گرانتو دریافت کردم. من تا حالا نشنیدم که ایشون، یعنی من خودم هم از ایشون سوال کردم، میگه من گرانتی دریافت نکردم، یه حقوق فلانی. اینه که درست نیست. وگرنه وقتی یه گرانتی دریافت میشه، اون وقت باید بریم داخلش ببینیم که، چون گرانت ها که همش به جیب ایشون که نمیره، به جیب 100 نفر میره. اون وقت باید بریم ببینیم که ایشون برای خودش چه حقوقی گذاشته. اون به اصطلاح پولهای میکنه، میگه $700,000 میگیره، ولی اینجا بعدشون چرا بعدشون میرین میخوانی خفه کنن؟ اون هفتصد میگه $700,000 گرفته کنی ها واسه برنامه در طول مثلا این سال، پول فیلم بردار، پول تهیه کننده، پول اون پسرم هست، همش تو جیبش نمیره. یه جوری هزینه شده، وگرنه خود گرانت گرفتن بدون در واقع بدون اینکه تفحص بشه که چجوری قرض شده غلط نیست. بازم عذرخواهی میکنم که در موضوع صحبت نکردم، تشکر. ببین یعنی چقدر باهوشه، فهمید؟ یعنی فهمید که آن نمیخواید من سوال کنم دیگه، میخواید حمله کنی، سند دارید. بله من مرسی خانم فریبا، من فقط این اشاره کنم برم خدمت خانم سوسن، من دعوتشون کردم، بحث بسیار مهمیه. خانم غزال بسیار مهم. اگر... سوسن خانم کلیت نهیدی من بگم، سوسن خانم سوسن همونه که با این مرد خفله هست، میان من یه نفر پیدا کردیم برام بهش میگه که توی چیز فرودگاه بکنم، زن خانم بدر مدر میگه، اون میگه که توی چیزه توی ادعا میکنه، هنوز ثابت نکرده که پول میده به علی نجات، بعد عکساشو دیده با اون از سپاه پاسداران میاد و اینا، اونا ممکن درست باشه، ولی این پول گرفته، این چجوری گرفته باید ثابت کنه. شما صحبت خاصی دارید در مورد موضوع بفرمایید، اگر که نه من دیگه سعی میکنم سمت شما نیام، اگر سلام دیدن همینجا پارک کنید، یا اگرم فکر میکنید تا چند لحظه دیگه میتونید بمونید که در خدمتون باشید. چیا جان خانم غزال راجع به این قانون دروغی هم که اومد ایشون گفت قانون به نام من تصویب شده صحبت نکردن؟ یا من چون 4 ساعت هستم تو روم نشنیدم اون مثلا حالا از آدم که میرش اونا صفایی ببین چه خره، هم خپلاست که بینه مثلا مامورای جمهوری اسلامی که مرادن کانادا آمریکا جلوشون رو میگیره شمساری میکنه دوباره سوراخ موش بگه، ولی ببین داره چی کار میکنه، الان هز انرژیشو صرف چی میکنه بندشون. حتما من فقط اینم اشاره کنم خانم فریبا، البته در موردش صحبت شد، هر سخن اینجوری که این سنده داره میگه، من نمیگم که خانم غزال هم فکر کنم نمیدونم در مورد این سند کار کردن یا نه، ولی خب من کار کردم از یک اکانت دیگه سند رو گوش کنید، سند رو گوش کنید، خودشون توضیح میدن مبلغ 20 تا $30,000 ناقابل برای هر دعوت، برای هر سخنرانیش، اینجوری که این سنده گذاشته من میتونم بذارمش میگیرن. احمق بیشور. خب اون باید برو بگو چرا بهش میدین، میگه برای یه کاری بهش پول میدم، به نفر رو به تو چه سنده میگیم خب این باید چیار کنیم واسه تو خرج کنیم پولا رو؟ چه پول گرفتنش هم این مشکله، اصلا منطق توش نیست. اینم بالاخره غیر از حالا صدای آمریکا به این سنده میخواد بگی بیشتر پول داره، این طرف میخواد بگی پولکیه، میخواد بگی پولکیه،
ممکنه پولکی باشه ولی این جرمی نیست. الان این الان جرمی نیست که تو بخوای بزنیش. کی پولکی نیست؟ موجود هست. خانم غزال اگر شما صحبتی دارید جان من گوش کنیم غزال چی میگه. دوستان تلاش باور دکتر بور غزال گوش کنیم چی میگه. اینه در مورد مسئله خانم پروانه بدره که خیلی بله من اولا که زن تشکر از خانم فریبا داوودی عزیز و احترام بهشون. من همراه هستم با صحبتاشون. فقط یک جا رو بخوام از طرف خودم بعد از همه تحقیقاتم یه مقداری نظرم رو محکمتر اعلام بکنم که من اگر اشتباه شنیدم منو اصلاح بفرمایید. فرمودید که خانم علی نژاد در زمینه مبارزه با حجاب اجباری و کمپین‌هاش موفق بوده. دقت کنید. داره دوم برای اینکه فقط دشمنی که حالا ممکنه مثلا فقط حسادت باشه. اون دوستی که برای من نوشت اون رفیقمون تلاش باور گفتش که این این حقوقدان در شاگردان پرویز ثابتیه. آقا چرا این اسامی این داره چرت میگه یا نمیگه؟ گوش کنید. من چون هیچ وقت هیچ تحلیل آماری با گزارشات معمولی که در زمینه فعالیت های اجتماعی و کنشگری ها و اینترونشن های اجتماعی بیرون میاد از در مورد این کمپین ندیدم. برعکس در تحلیل های اکادمیک دانشگاه های مختلف بسیار نقد دیدم بر این کنشگری ها که هرگز اینها رسانه‌ای نمیشه ولی وجود داره. اینو میخوام بگم حتی اگر روزی به این نتیجه برسیم که این کنشگری ها موفقیتی پشتش بوده، باید بگیم که خانم علی نژاد موفق در مصادره جنبش های ضد حجاب اجباری بوده. چقدر بیشوره. اینجا رو شنیدی برین تو این شخصیت دوست عزیز بذارش کنار. یه بار دیگه گوش کن چی گفت. ندیدم. برعکس چون فقط یک جا رو بخوام از طرف خودم بعد از همه تحقیقاتم یه مقداری نظرم رو محکمتر اعلام بکنم که من اگر اشتباه شنیدم من اصلاح بفرمایید. فرمودید که خانم علی نژاد در زمینه مبارزه با حجاب اجباری و کمپین‌هاش موفق بوده. من چون هیچ وقت هیچ تحلیل آماری با گزارشات معمولی که در زمینه فعالیت های اجتماعی و کنشگری ها و اینترونشن های اجتماعی بیرون میاد از در مورد این کمپین ندیدم. اولا دختری بیشیور نفهم کمپینش کجا اجرا میشه؟ تو آمریکا؟ تو ایران میشه آمار گرفت که چقدر موفق بوده چقدر موفق نبوده؟ کوری این همه رو ببینی؟ همین چقدر بیشعور میشن این مثلا تحصیل کرده است دانشگاهیه میگه من آمار ندیدم. کمپین کجا گذاشته؟ از تو آمریکا تلویزیونی رسانه‌ای کمپین تو کجا گذاشته؟ تو آمریکا گذاشته؟ چه جوری آمارشو تو ایران بگیری؟ آماری که مؤسسه های آمریکایی میگیرن تماس میگیرن مثلا گیگیری ها جوابشون میدن میگن همه چی وضعمون خوبه. بعد میبینیم مثلا یه مؤسسه اینتر گوسپرایز مثلا گفت 60% از مردم از زندگی خودشون راضی هستن تو ایران. حالیش نیست که اینجوری همچنان شطرهی گذاشته دیگه بس خودش. حالیش نیست که گوشی رو تو ایران زنگ میزن تماس میگیرن دیگه مردم صحبت کنن. یا اگه حسد بیاد مامورش هم بیاد دوروبرش هستن آدمای خودشونو بفرستن اون تو جلوی میکروفون یارو. بعد تو چجوری کمپینو آمار کمپین میاد بیرون کونی؟ خیلی حال به هم زنه. برعکس در تحلیل های اکادمیک دانشگاه های مختلف بسیار نقد دیدم بر این کنشگری ها که هرگز اینها رسانه‌ای نمیشه ولی وجود داره. تو این چی میگه؟ دقت کنید معنیش چیه. توی دانشگاه خودشون میگه با رفیقاش
نشستن یه جا مثلا رفتونه گفت کم وقتی پشت بلنگو صحبت کرده مسیح علی نجات انه خیلی کارش بده، همه رو مینداخته زندان. برعکس ببین اصلا اینو دوست عزیز تلاش بابر عزیز این گفتی غزال غزال، من گفتم کیه؟ من اصلا تو توییتر بگردم این اصلا این حرف پشتش دی بریز بشاش دوش. حالا میخوای قبول کن حرف منو؟ نمیخوای قبول نکن. اولش من چی گفتم؟ گفتم بهت که این شخصیت رو تایید کردم باش که شخصیت انی داره الان و الان هم کار کرد قدیمشو دیگه نداره، افتاده توی بازی های چیز تبلیغاتیش علی نژاد. ولی این داره این زنی که داره چرت میگه داره میذاره کونش تمام حرکت های اونو. اینو میخوام بگم حتی اگر روزی به این نتیجه برسیم که این کنشگری ها موفقیتی پشتش بوده، باید بگیم که خانم علی نژاد موفق در مصادره جمله. حسود هرگز نیاسود. خون خودش رو پاره کرده هیچی نشده. حالا چند تا نوشته بودن نیست این پرستوه، خیلی شبیه داره این کاری که داره میکنه قشنگ واسه مجانی. پرستو نیست، پرستو مجانیه. حسوده. به ویدیو بعدی های ضد حجاب اجباری بوده، مصادره این رو به زرس قاطع. برو یه دونه مصادره کن خوشگله رزاد، برو یه دونه مصادره کن. اینو میتونی بلدی؟ یه نسبش رو مصادره کن. اون میگه شعور نداری گوش کنی حرف اونو، میگه تکروی داری میکنه بابا. این زورش اینه، زورش رو نگاه کن، بی شعور نفهم نشستی بکوبیش. تو با جمهوری اسلامی هم مخالفی؟ احمقی دیگه. برو یه دونه مصادره کن ببینم. حتی میگم چجوری موفق بوده با به حاشیه بردن و کاور کردن هر گونه اقدام دیگه از هر کس دیگری، هر کنش که بکن این کارو تو برو تو اقدامونو کاور کن. درسته اون گفت تکروی، مشکلش تکرویه و میخوره تو دیوار آخرشه. نتیجهشم الان میبینی که منفوره. تو انقدر خری که اومدی داری میذاری خاک، تو میذاری همه رو تو خاک روبه. این بیشوره. ویدیو بعدی چی گفت؟ خبری و رسانه‌ای آمریکا. که آها این بابایی اومد گفتش که آقا این شناسنام این پاسپورتش رو میگین تو انگلیسه. اومدن چی چیزایی در آوردن واسش. این پاسپورتش جعلی به نظر میاد، تو پاسپورت نمیدونستم مسیح علی نجات، بعد اسم معصومه قومی کلا علی نجاته. مور از ماس میکشه، یعنی اگر شکی شبهی داشته باشن اونها اولین کسایی هستن. نه اینو بیشتر میدونن از شما، بوق رسوایی رو خواهند زد. از اف بی آی بیشتر میدونن. آقای مشتبه واحدی اشاره کردن ایشون اون شکشون رو خواهند داشت و زمانی که ببین تأثیر افرادی که پر بیننده و پر بازدیدن مثل مجتبه بایدی چجوری اومده گفته شک دارم، همه دیگه شکاشون یقین شده. فاینال این موضوع پیش بیاد، ولی من خواستم بگم که این باید شک الان داشت، ولی بگیم. من به این الان خانم غزال میاد میگه من ایشی توضیح بدم داشت میرفت دا. خانم غزال کار دارم میخوام برم با دوست پسرشون قرار دادم کافی شاپ، این کارشون اینه دیگه. این اصلا الف بای سیاست رو فعالیت رو نمیدونه. دوست عزیز اینو گفتیم من برم سرچ کنم چه قوه امریکا بودی در میدونه اطمینان کامل دارم و امیدوارم که آقای مشتبه واحدی هم همینطور فکر کنه. من میتونم جواب بدم چون باید واقعا برم و بعد اینا آخ کار داره کار داره. نه خیلی پارادوکس بود، ببخشید آقای افشین بفرمایید. پارادوکس بود بابا، این انرژی رو صرف خود جمهوری اسلامی کنیم. اصلا این مامورش رو پیدا کردیم سو کردیم دیگه، مامور جمهوری اسلامی. خب خلاص خرج خود جمهوری اسلامی کنیم. چونی این افا؟ خب ممنون از آقای افشین جمع عزیز. باید بگم در نقدی که از شخص بنده داشتید متاسفانه من تمام رو رد میکنم، از اول تا آخر رد میکنم. یک بابا رد شما میگید پاسپورت، مدام میگید پاسپورت. این پاسپورت نیست، این برگه گواهی سیتیزنشیپ خانم علی نژاد هست. من برگه گواهی سیتیزنشیپ مشخصاتش دیگه. خب اونو میگه اون میگه به نظر درست نمیاد. بالا کیا جان لینک قدم به قدم که چجوری وارد دادگاه واشنگتن میشن دوستان
رو بذار دوستان وارد بشید، دونه دونه مراحل گذاشتم که چجوری میتونید بالا هست الان میتونید ببینید. ممنونم. در دادگاه واشنگتن جناب افشین جان این میدونه این کلا این زنگش نگه میدونه میدونه شنوندان نمیدن وارد بشه رد رو من از دادگاه خود آمریکا از سایت شما میتونید یک نامه بنویسید به دادگاه و بگید چرا مدرک تقلبی در دادگاه فایل شده. این رو من دیگه از این به بعدش رو نمیدونم. ولی این خب نمیدونی پس دیار نزن، اولا من انجام بده. اون داره میگه که مدرک تقلبیه. مدرک رو بنده از خود دادگاه، دوستان برید همه بردارید اینو، چون تو توییتر بعد از اینکه من اینو زدم شاید 10 تا کامنت اومد که ما رفتیم و درست بود، ما رفتیم و درست بود. این مدرک یک مدرک از این موثق تر امروز که من اینجا وایستم مدرکی وجود نداره. پاشوایی میستم دادگاه هم میرم. این اولا این مدرک پاسپورت نیست، این گواهی از آمریکا برای سیتیزنشیپ ایشونه. ایراد داره که جای دیگه شما فرمودید که مشتبه واحدی شک داره در مسئله آدم ربایی، چون شما به سه قوه اف بی آی و قوه قضاییه و نمیدونم هرچی دیگه یه آمریکا اعتماد دارید. در دو تا پرونده ما داریم در موردش صحبت میکنیم. تا کجایی بینی حسادت و اداوت تا کجاست؟ میره این به عنوان مثلا دانشجو حقوق اداره میشه حقوق خونده، این میره حتی اونا هم زیر سوال میبره، پرونده اف بی آی و قوه قضاییه هم زیر سوال میگه، اونا نمیدونن. پرونده آدم ربایی یه پرونده تروره. شما وارد پرونده آدم ربایی بشید و وارد شکایت رسمی اف بی آی بشید که در همون جایی که شما بهش اطمینان دارید ثبت شده. اگر اسمی از خانم مسیح علی نژاد در اون کل اون پرونده پیدا کرد، ببین میگه اسمی نیست، بعد میگه که ببین جلوتر چی میگه. من حرف شما رو قبول میکنم، ولی هرگز هرگز اسمی از این شخص در هیچ کجای اون پرونده آدم ربایی نیامده. گوش میکنید رسانه هایی که شما میگید مور از ماست میکشم بیرون، بله در اومده. تمام اونها نوشته شده که مسیح علی نژاد به ما گفت که هدف او بوده است. احمق بیشور، احمق بیشور. این همچی مسیح علی نژاد به ما گفت، ما حرفشو باور کردیم، هدف او بوده است. شکایت اف دی آی نام علی نژاد نشده است. نیویورک گفتی ذکر شده که کونی تایمز، واشنگتن پست، whatever که شما برید نگاه بکنی، همون رسانه‌ای که شما مثل بایبل بهش ایمان داری، هرگز اسم ایشون رو نگفت و برای کاور خودشون گفتن مسیح علی نژاد به ما گفت. ببین چه ببین زدنگیز رو ببین، نمیفهمن اینجا کور میشه آدمی که احساساتی میره جلو، کور میشه، نفهم میشه، بیشعور میشه. دوستان عزیز بیشعور میشه. باز بیا بگو داری میمالیش، باز بیا بگو کسلیسی این زنی کرده نکن. یعنی شعور یه بحثی اصلا هیچی از سیاست نمیفهمی وقتی کسلیسی داری میکنی. بیا بگو این مشخصه، در این شکی من ندارم که این مسئله از نظر بیامور زنی دختر احمق بیشعور. الان میگی هیچ اسمی از ایشون نبرد، گوش کردی خودتون برگردانی میشه. هیچ اسمی برده از ایشون نشده در، ولی تا تمام اسناد اومده که مسیح علی نژاد رو ما گفت. نمیخندن بهت اینا، اینا چه بیشورایی هست اون جمع. قانونی مسیح علی نژاد خودش رو به این مسئله چسبونده. آخه چرا باید بچسبونه؟ خب آره اون شخصیت گنده است، ولی این نمونه هاشو دارین میبینین. ببینید من چرا مطمئنم، ببینید گیگیری ها چی میگه. گیگیری ها بیشورن دوستان. یکی بزرگترین گیگیری بیشور رایفی پور گفتم که چیا کرده که توییت کرخه نشسته توییت تهدیدآمیز زده، اینه همینو بهش گفته، گفته خواهی من نژاد داری نقد دین میکنی یا اینا، اونجا ممکنه یه دفعه یه بلایی سرت بیاد. خب این چونیه ده. حالا خب چون مقامی نیست جرکش مقام ها، این هم چرت و پرت زیاد گفتن چون در دادگاه نیومده. مواردی که شما میگید در مورد حقوق خانم علی نژاد یا کانترکت خانم علی نژاد یا هر چیز دیگه ای، ببینید جناب عشق، این یکی از ببینید ایشون سالی $100,000 بابت کاری که زحمتی که میکشن حقوق میگیرند. خب. درسته؟ یا پول میگیرن یا هر چیزی. این چرا میگیرن؟ اولا که سورسش Government of United States of America. ما با این مسئله مشکلی داریم. یک، شما از دولت ببین چرا خبر میگوش میکنید دوستان جان من،
یه خود ببینید برای اینکه به نتیجه برسید دوستان ممکن شما یکی براتون محبوب باشه یکی منفور باشه دیده شما. خب برای اینکه به نتیجه برسید گوش کنید به حرفای مخالف و موافقش و شخصیتش رو دیگه ریف تو ذهنتون بذارید کنارشی شخصیتی که خونساست. من الان دارم اینجوری نگاه میکنم به نجات گفتم که اصلا نظرم هم وضعش حالم به هم خورد از اون حرکتی که با شما این نجفی کرده. دیگری پول میگیری که ادوکیت بکنید برای ایرانیان، درسته؟ این توش مسئله وجود داره. چه مسئله وجود این داره؟ مسئله‌ای هست که باید باز بشه که آیا شما در قبال این حقوقی که میگیرید کاری کردید؟ چه تعهداتی؟ ببینید چی ببینید کجا داره میره؟ ببینید دقیقا حرف گیگیری ها یکی پاسپورت چیز داری آمریکایی داری قسم خوردی که من آمریکا آمریکام. ببینید پا کجا میرسه این بیشور؟ زمان قسم خوردن خودت به United States of America دادی. اون متن قسم در مورد اینکه تو چه تعهداتی به آمریکا دادی آمریکایی شده. آره آمریکایی شده چرا اصلا دیگه واسه ایران کار کنه دیگه آمریکایی دیگه مسئله نژاد آمریکایی نشنالیتی های قبلی داری چی میگه؟ من میتونم بگم من یه شهروند دو تابعیتی هستم از لانگ است که برای گاورمنت کشور دیگه کار نکنم، چون قسم نمیخورم که تا زمانی که من به این گاورمنت وفادارم. بغضو میبینید تو وجود این اصلا من دوستات بر نخوره اگه گوش کن همشون هم از شما رفتم هورا کشیدم از خانم غزال. خانم غزال یک بیشوره به تمام معنا. همون اولین جمله رو ازش شنیدید برین این توش. حالا میخوای بهم پوش بده میخوای نه باز بیا بگو مسیح علی نژاد رو میمالی. هیچ نشنالیتی دیگه ای رو ساپورت نمی کنم و روبر نمی گردونم از ارزش ها و هدف ها و گول های United States of America. خب این آدم قدرت طلبی بوده، این آدم قصه جاشو ببره جایگزینش ببره بالا. تو به خاطر اینکه مثلا چون پاسپورت رو بگیره دیگه برداری. من نگفتم عقل کرده که خره خریت هم کرده، ولی تو اینجا میخوای اونو به کوبی میگی که تو نشنالیتی پشت کردی به ارزش هات. اون شاهزاده است که اون کارو میکنه، قبول نمیکنه تابعیت هیچ کشوریو. بیشور تو میخوای این اندازه اون کنی؟ خب شما اگر هدف یونایتد استیتس آف امریکاست، جایی که این هدف دوچاره نمیچه اگه هدفت اگه راحتی قسم خوردی که به منافع آمریکا برای منافع آمریکا بجنگی این قسمه فقط. خب بعد حالا پس رفتی اونجا برای ایران کار نمی کنی. تمام چون خودش داره پر نمی کنه غزال که بگی این آدم بدیه. چرا؟ چون خودش هیچ گویی نتونسته بخوره، نتونسته مصادره کنه جنبش های دیگر رو. شما اگه اینو شنیدی دوستان عزیز بیا من بهت گفتم تهش میخوره به بیت رهبری. من تو چجوری؟ ببین آب ریخ به آسیا با خامنه ای یا نه گیگیری یا نه. شب و روزگارتون خوش.